عطیه جان، نمیخوای پیاده شی؟ من رفتم. خانه‌ای مثل آسمان آبی. به برنامه خانه‌ای مثل آسمان آبی خوش آمدید. مبارک باشه. عید شما مبارک باشه. عروسی تا نمیگم. ما اصل تا ندیگه ها؟ نه خیر. حد زدم. اما اول که دیدم از هم خجالت نمیکشن خودم فهمیدم. ولی دیدم تو قطار نو عروس آماده‌این. گفتم حتما باید ازدواج دومتان بشه. درسته؟ ازدواج هشتممونه. ماشاءالله چقدر شوخه شما. چهار پنج سالی میشه حتما ها؟ یه سال و هشت ماه. باریکلا توی سن سال با عقل و عشق. باریکلا آقا قطار قبلی یک نوروز داماد داشتیم از لرستان. اینقدر از هم خجالت میکشیدن که وقتی رفتیم هتل خودم بایشان رفتم تو که نکنه یک وقتی خواسته بشن از خجالت دو تا اتاق میگیرن. توی هتل جا رزرو کردن؟ اگه نکرده بشن توی ایام بد شدی اتاق گیر میه. اگه رزرو نکردن بریم یک هتل آشنا. هم نزدیک هم ارزون تره. نه خیلی متشکرم. هتل رزرو کردم. کی رزرو کردی؟ دیروز. دیروز که داشتیم میومدیم. تیتر برنامه امروز ما ارتباط. ارتباط. این نیاز بر حق انسان‌ها که از پیدایش خط و زبان شروع میشه تا نامه و پیک، روزنامه، تلگراف، تلفن، رادیو، سینما، ماهواره، موبایل. تو خیابون داشتم دور می‌زدم، یک مسافر به ما گفت ترمینال، گفتم بیا بالا. همه برای راهگشایی و تقویت ارتباط میان انسان‌ها. مسافرخانه ها رو، مهمان پذیرا رو، منزلای شخصی رو. ولی آیا همه این پل‌های ارتباطی پاسخگوی نیازمندی ارتباط عاطفی میان انسان‌ها هم هستند؟ بعضیا چقدر پرحرفن. حتما شما هم بهشون برخوردید. مثلا سوار تاکسی شدین، یهو راننده بدون اینکه شما رو بشناسه به هر بهانه‌ای که شده شروع میکنه به پرحرفی. گفتم بریم خانه ما. رفتیم که دیدیم وا چشمتان روز بعد نبینه. برار زن منو خوش و خوشش با جناقش و پدر مادرش. آقا ریخته بودن تو خانه ما. زن ما تا چشمش به ما افتاد. بگید ما همدن اینا رو برداشت. آیا فشار مشکلات زندگی خصوصیش باعث شده از شما هم دردی بخواد؟ یا حوصله‌اش از یک نواختی کارش سر رفته و میخواد با ارتباط برقرار کردن با شما این نواختی رو برای مدت کوتاهی هم که شده از بین ببره؟ ولی آیا شما هم در موقعیتی هستین که این ارتباط و گفتگو براتون خوشایند باشه؟ یک روز تو پیاده رو خانواده سرگردانی رو دیدم که پیدا بود در اون شهر غریبن. همون موقع زنی سینی خیراتش رو جلوی اون خانواده گرفت و خیلی مهربون به فرما زد. همین مهربونی زن کافی بود تا مادر خانواده یهو شروع کنه از بلایی که سرشون اومده حرف بزنه، بدون اینکه هیچ توقعی از اونا داشته باشه. از گم شدن کیف دستی شوهرش حرف بزنه، از پولشون، بلیطای برگشتشون، آدرسای آشناهاشون تو اون شهر غریب. خب شما به این چی میگین؟ برقراری یک ارتباط صمیمی و مهربان در کمتر از چند ثانیه تنها به خاطر نیاز عاطفی؟
همونجا که از دستم افتاد شکست. برسیم هتل میرم میخرم. مهم نیست، یه روز که بیشتر نیست. حالا برسیم هتل. شما چقدر همسرت رو میشناسید؟ آیا اون واقعا همراه؟ آیا اون واقعا همراه و همپای شماست؟ خوز نکن عزیز دلم. اتاق رزرو کرده بودم. بله، به نام آقای رحمانپور. آقای رحمانپور تا چهارشنبه درسته؟ سرویس بهداشتیتون اون تلویزیون اینم یخچال عوامی رو داشتیم باید سوش تماس بگیرم میام خدمت کنم. تو من گفتی یه روز، حالا شده تا چهارشنبه. الان هم همینو میگم عزیز دلم، اگه سه چهار روز بیشتر رزرو کردم فقط واسه اینه که اگه خوشت اومد بیشتر بمونی. نمیخوای فردا میریم؟ فردا برمیگردیم. من وسایلتو میذارم دم دستت، میرم داروتو خرید کنم بیام. کوه این کجاست؟ تو تایه چرت بزنی من برگشتم. آتی جان، آتی جان، شنیدی؟ دکتر توانگر بود؟ نه، دوستت خانم عطار از رادیو بود. حرف میزدم. مگه قرار بود خاموش باشه؟ نمیشه که قربونت برم این همش خاموش باشه. مادر زنگ میزنه نگران میشه. بزن به مادرت، بزن. به چمدونم دست نزن. من میرم این دارو با تو میخرم میام. خسته قربونت برم. دیشبم توی قطار بد خوابیدی. استراحت کن. Hard to secure freedom for the Muslims of the region and liberate. Our correspondent in Shanghai. شما چقدر همسرتون رو میشناسین؟ آیا اون واقعا همراه و همپای شماست؟ واقعا با خنده هاتون میخنده و با گریه هاتون متاثر میشه؟ بعد از ظهر یه روز بهاری وقتی قدم زنان با هم حرف میزنین و میرین، اون از در کنار تو بودن لذت میبره و گوشش به حرفای توست؟ مهم نیست، مهم اینه که تو چقدر اون رو باور داری. چقدر با هم راست هستیم؟ آیا آن کس که دوستش می‌دارید همانجاست که به شما گفته دیدار یک دوست قدیمی، یا
به دنبال دارو، به دنبال دارو، از این داروخانه به آن داروخانه. خانم عطیه فرمایش. حمید رحمون پور هستم خانم. بفرمایید نسختون. نه نسخم به اسم عطیه فرمایش. دوستان محبت کنیم به این داخل. آقای دکتر میخوام با تون صحبت کنیم. سلام. سلام. دوست عزیز این داروی که شما میخواید خیلی کمیابه. موارد مصرفش هم مطمئنن میدونید. مدت بیماری چی بوده؟ دو ماه. اونجا که من اطلاع دارم پیک این بیماری حد اکثر 4 ماهه. به امکان عملش هم فکر کردی؟ بله ولی نمیپذیره به خاطر اینکه پدرش بیماری مشابه داشت، عمل کردن و بعد چند سال هم فوت شدن. کی؟ یعنی فوت شده یا عمل؟ پدرشون کی عمل کرد؟ 12 سال حدودا. چند سالشون بود؟ 59-60. خب ببینید تو این نوع بیماری سن خیلی ملاکه و متوجه میشه خانم شما جوونه و فکر میکنم از شانس خوبی برخوردار باشه. نمیپذیره. الان ایشون اینجاست تو مشهده؟ مسافریم اومدیم با هم مشهد زیارت. خب این دارو رو ما تو داروخانه نداریم. توی یه سری از بیمارستان ها و توسط یه سری پزشکان خاص این دارو تجویز میشه. ولی من سعیم میکنم حتما بهتون کمک کنم. یه چند روزه تشریف داشته باشید. اینجا چه کار میتونم براتون بکنم؟ خیلی باشید. اما اگر اون روز توی خیابون به جای چراغ سبز به چراغ قرمز بخوریم، تعبیرمون این خواهد بود که روز خوبی نداریم، در صورتی که اتفاقات همانهایی هستن که با چراغ سبز برامون پیش اومدن. بنابراین همه چیز برمیگرده به برداشت ما از به باور ما از نشانه ها. تصور کنید یه روز خوبی دارین، شوهرتون رفته سر کار و شما توی خونه تنها هستین. شروع میکنین کارهای روزمره رو انجام دادن. ظرفا رو میشورین، خونه رو مرتب میکنین، دارید اتو میکنید که تهوع میاد سراغتون. زنگ میزنین به مادرتون، اونم بهتون تبریک میگه چون داره اولین زندگی از شما در درونتون شکل میگیره و تمام اون روز رو فکر میکنین چجوری اینو به همسرتون بگین. وقتی از فرداش تهوع‌ها بیشتر میشن کم کم نگران میشین و همسرتون با تصور اینکه چه بچه بدقلقی داره میاد شما رو میبره دکتر. بچه در کار نیست. وقتی دکتر به شما میگه 4 ماه بیشتر زنده نیستین اول باور نمیکنین. اما وقتی دکترای دیگه هم حرف همون دکتر رو تکرار میکنن شما دست به دامن هر نظر و دعایی میشین تا بلکه معجزه ای اتفاق بیفته. ولی وقتی هیچ معجزه ای نشد مرگتون رو میپذیرین. به قطعه از رکویم Thank you.
دل را ببین شاعر لاهوتی آهنگساز فرید شما ترونی ها باز گذرتان میفته به ماموزای ما بالاخره ولی خدا نکنه ما مشهدی ها پامان به ترون وا بره آقای خود داره میگیره اختیار داریم آقا این جریان این شعبه های شاندیز چیه تو ترون میزنن اینا اصل نباید بشن نه تقلبی هن نه نرفتم نمیدونم بعید میدونم اصل بشه اصلش تو مشهد آقا بخیر ما برم تا اونجا؟ نه متشکرم مرسی راهی نیست صفحش ده 15 کیلومتر بیشتر راه نیست عجله دارم اگه میشه یه خود زودتر من برم هتل قربونتون الان که نه فردای پس فردای هر وقت وقتش نه بخیر شماره موبایل ما بدون بهتا حتما چشم این شغل شما چی آقا؟ این عینکات و طبیه نه اینا شیشاش باید خیلی گرون بشه اینا چند بخره؟ خب بستگی به نمره چشم داره که مثلا شما چشت چقدر ضعیف باشه چه میدونم و یا مارکش شیشش و اینه اتفاقا آقا دیشب ما داشتیم با عهد و عیال جاتان خالی یک فیلم سامورایی نگاه میکردم عجب فیلمی بود آقا عجب شمشیربازی داشت بزن بزنهایی دارن اینا این شمشیراشو من ندیدم تو مشهد تهران پیدا میده نمیدونم چنده نه؟ چه از کنم بله من فیلم زیاد نگاه نمی کنم شما دفعه چندون تنه میان نشه؟ آقا مثلا همین مسیری که ما الان داریم بریم خدا وکیلی چند میگیرن تو تهران؟ حساب کتابی نداره ولی مشهد حساب کتاب داره قانون داره میدونید؟ برای تاکسی ها تاکسیمتر گذاشتن گرچه که حالا توی وضعیت بنزین تاکسیمتر هم به درد نمیخوره سیگار میکشن آقا؟ نه متشکرم ایتا چیه یه آشخالا؟ الان این مریض تان چند سالش هست؟ مادر تانه دیگه ها؟ خانوم همه 28 سالشه میخوای یک جا نگه دارم بیاین جلو بشینین؟ بیا بیا یک گلو با بخور جلو دواره خیلی دوستش داری؟ معلومه ساعت 15 11 مراسم بزرگ ازدواج دانشجویی امروز در جوار بارگاه ملکوتی امام حسین علیه السلام خدا آمده نه همین الان یک نور امیدی تو دلم زد عشق تو چشام جمع رفته بدونید هرچی بیشتر دوستش داشته بشی بهتر شفاشو میگیری عاشقیه دیگه آقای چشماتو بگردم ها دیگه از این بابت خاطرتون جمع بشه جانم گریه میکنی نمیشنم صبح یک شنبه اصلا شما اینجوری بدون که صبح یک شنبه من عطیه رو ور میدارم میرم اتاق عمل شما اینجوری بدون خوبه فقط لطف کنی در حد من گوش بابا جان گوش بدین چرا گریه میکنی گوش بدین صبح یک شنبه من میارمش اوج خاطرتون جمع بشه فقط لطف کنید زنگ میزنید آره تلفن میکنید فقط به عمل باش حرف نزنید همین فداتون شم فتی جان سلام خانم سلام
این اتاق 233 در میذارم خانومم احیانا خواب باشن یا شاید رفته باشن بیرون. میشه کمکم کنیم برم تو داخل؟ وقتتون که اینجا نیست میگم در براتون باز میکنن. حتیجا کجا میری نفس من؟ بودن تو اتاق اینجا نیستن، کارتشون اینجا نذاشتن. من از درون سوال کردم گفتن خانم تو رفتن بیرون. خواهش میشه. سلام. خانم مهماندار گفتن که خانم من شما دیدین. همون خانمی که بعد از اومدن رفتن بیرون. احیانا یک خانم نسبتا قدشون بلند با لباس روشن نیومدن اینجا برای خرید کتاب؟ نه فکر نمی کنم. بزن عمو رو. ببخشید اینجا پارک نزدیکترین پارک به اینجا کجاست؟ پارک داداش اون میلا رو می‌بینی؟ کنار اون میلا یه پارکه. فکر کنم بهش میگم پارک. ببینم بابا گوشیت رو ببینم. اول چهارا میری. یه دو خمون که دست شدی یه پارک خیلی پارک. اون پارکی روبروش هم یک پارکینگ یه خیلی پارکه. دیرم بری ازم بهش میرسی. تو خجالت نمی‌کشی یاری؟ چی گفتم مگه؟ هیچ اینجا بود که بخوای درارا رو. رضا جان سلام، حالت چطوره؟ قربونت برم. آره رضا جان، 10 تا پارک رفتم، هرچی زمین بازی بچه ها بود گشتم، نه یاد داشتی گذاشته، نه رو آینه چیزی نوشته، نه به کسی چیزی گفتیم. آره میترسم. چرا نمیترسم؟ دارم از دست میدمش. یعنی نشونه های چجوری؟
آره مثل دیشه. آره از این نشونهای مزخرفم آره چرا نه. یا موقع این بچه سراسر نشونه زندگی بود، حالا من باید بگرم دنبال نشونه این مرگ. دیشه از تهران تا اینجا یک سر شعر مرگ غور خونده. نه بابا کاش اون چه میدونم شب مرگ تنها نشیند به موجی رود گوشه دور و تنها میمیرد. خوند رضا داشتم دیوانم شده همشوی بخندم. دوچار سوء تفاهم شدم، یه ماه بود بهش میگفتم بیا بریم مشهد، یهو عد زد و دیشب قبول کرد. مثل اینکه یه تصمیم تازه گرفته باشه یه همچین چیزی. رو تو حساس شده. حالا تو تلفن ازم من خورم بهت زنگ میزنم بهت میگم چه خبره چی از چی نیست. اصلا رو اسم تو آره دکتر رضا توانگر زنگ نزنی میکنم معجزه شد دار باشم پیدا کردم. پناه ببرید. شما اعتقاد دارید؟ بله ما اینجا مجاورم، از همین راه زندگی میکنم. اعتقاد نداشته باشم خانم اینجا عاشق کم نیست. به کی پناه ببرم؟ صفحه 175 بخونید، شیخ خودش جوابتو میده. خرد ز پیری من که حساب برگیرد، که باز با صنمی طف عشق می‌بازم. به جز سبا و شمالم نمیشه بزن کس عزیز من، که به جز باد نیستم سازم. این که خیر. خیره؟ بله خیره. انار بخوری؟ نه خیر شما بفرمایید، دست شما درد نکنه. بیا دستتو بیا بیا دستتو بیا شد دست شما درد نکنه آشان. خواهش میکنم. چجوری منو پیدا کردی؟ گفتم استراحت کن، نگفتی میای بیرون. رفتم پایین آیتم های رادیو رو فکس کنم، چشم به خیابون افتادی و دیدم اینجام دیگه. ببخش خانم عطاری تماس گرفت، بهش زنگ زدی؟ زنگ زدم بهش از تو همون هتل. پیدا کردی؟ بله. ما که فردا برمیگردیم، چرا خودتو در سر انداختی؟ حالا فردا، پس فردا، همین امشب. این که باید میخریدم، چادر برات خریدم. چادر، من رفتم به تو چادر خریدم.
دو تا گرفتم. شب دو تا گرفت. چرا کنیم دوست داشتی همونو؟ هر دو دیگه. تا کدوم دوست داری؟ برای تو؟ آره. این. خوشگله. دوست داری اینو؟ آره. یا منم انار گرفتم. برای من انار گرفتی؟ نه برای خودم. نه نمیخوام. نه برای. خرم بده. اصلا بخور دیگه. خیلی خوب جور مردم زشته. زن رسول که صلی الله علیه و آله ثانی و زن خلیفه‌ال امام المحفوظ علیه طاعت و علی ابن موسی رضا علیه السلام و الملائکه تو به هازه وقت مبارک سالت نتیه پس یه ساعت دیگه قرار دارم همه جا باش دیگه دیر نکنی یا معجزه فقط معجزه خدایا فقط یک معجزه آیا معجزه وجود داره؟ ما همسرمون به امید معجزه ما رو به زیارتگاه میبره مکانی پر از اعتقاد ولی ما در میان اونها احساس بیگانگی میکنیم چون دیگه نمیتونیم اونها رو بفهمیم آخه با این همه اعتقاد و باور دنبال چی هستن؟ میخوان به کدوم معجزه برسن؟ من گم شدم گم شدید؟ اشکالی نداره کیفتون بدین من اونو بدین من بیارم نگران نباش سلام علیکم امری داشتی؟ این خانم گم شدن من اونجا را نمایت میکنم اون خانم اونجا خیلی من مثلا یکی از چیزایی که باعث عدم اعتماد به نفسم میشه پیش توی حسودی میشه بهت بهتر بگم اینه که تو زبانت خوبه من زبان بلد نیستم سلام قربان سپاه شدی؟ نه خیلی آمی خیلی دو نفری دیگه؟ نه خیلی پنج نفری راست میگه همین دو نفری موقع؟ یعنی میگم چه خوب که دو نفری یعنی شانس آوردیم که سه نفر نیستیم یا چهار نفر یعنی دو شانس آوردی نه من
چجوری میشه که پدر مادر و بچه هاشون رو یادشون میره گم میکنن؟ حواسشون نیست یا حوصله‌شون رو ندارن؟ والا حوصله که مگه میشه پدر مادر حوصله بچه‌شون نداشته باشن؟ امروز که این خانم رو بردم قسمت آدمای گم شده کلی بچه اونجا بود. برای اینه که میگم چطوریه که آدم ممکنه بچه‌شو گم کنه یادش بره. اصلا الان چجوری بچه‌هاشون رو جمع جور میکنه؟ حالا انشالله وقتی که یکی دو سه تاش سر خودت اومد میفهمی چجوری جمع جورش میکنن. از اون بچه دماغ و کثیفا هستن که سبز لجنه اینا. سلام، سفارش دادین؟ عرض کردم نه قربان. همین الان خدمتتون میرسم. اگه میشه یه جوجه کباب بیارین بخوریم. دو نفرید دیگه. بله، دو نفر بشید. موفق باشید. اگه میخوایم چیکار کنیم؟ موشکی نمیخوایم هوا کنیم. کباب. الو سلام آقا این رو الان باز میاد میپرسه میگه چند نفری؟ رضا بود؟ آره، اون چی داداشی میگفتی؟ رفتی؟ چی شد سرکار؟ چرا همه تون پشت سر من با هم پچ پچ میکنید؟ چرا یه توی رفتار میکنیم که انگار همه از من میترسی؟ تو که از همه ترسو داری؟ عطیه، من فقط رفتم دو قدم اونورتر با موبایل حرف زدم، همین. این چیه که بخواد لجتو در بیاد؟ خیلی بده که آدم اونقدر تسلیم حرف بقیه باشه، به خصوص دکترهایی که بیشترشون مزخرف. بسته دیگه عطیه، حوصله ندارم، عصبانی داری میشی. اینجوری با من حرف نزن. من تصمیمم گرفتم، نمیخوام عمل کنم. و تو میدونی چرا؟ یعنی باید بدونی، چون تو از همه من نزدیکتری. تو کمیسیون خانوادگی تصمیم گرفتیم من سه روز اینجا بمونم. وای وای عطیه، تو چرا اینقدر به این ماجرا گیر دادی، پیله کردی؟ یک روز، دو روز، سه روز، هر چی، این چه چیز مهمی توشه؟ ها؟ این چی نیست، چیزی که مهمه اینه که هیچی وجود نداره که فقط من و تو بدونیم. اونی که نمیدونه منم. تو از من فاصله گرفتی، رفتی تو گروه همراهان مریض عیادت کنندگان، هر روز یه سری مراسم مسخره رو تکرار میکنی فقط برای اینکه نشون بدیم که یادم این یا نگرانم به چه میدونم. حالم به هم میخوره از این آداب احمقانه. روزی 100,000 بار حالت خوبه عطیه جون، خوب میشه ایشالله. بدم میاد. چقدر بیرحم شدی ها؟ این همه خودخواهی او از کجا میاد؟ از کجا میاد؟ ها؟ سالات؟ ماست؟ تکرار پرورده؟
دارم فکر میکنم اگه قرار بود مثل بقیه ادامه بدیم زندگیم با تو چطوری میشد. حتما خودم یه روز تمومش میکردم. حمید؟ بله. امشب خیلی اذیتت کردم. بله. قول میدی هر وقت دیگه دوستم نداشتی بهم بگی؟ بله. دوست دارم. دلم برای اون وقتا که انقدر اینو نمیگفتی تنگ شده. چی؟ دیگه نمیگم. قبلن این همه اینو نمیگفتی ولی میفهمیدم دوستم داری. تو چشای من نگاه کن. این چشم یه آدم دروغگوه. نمیگم که دروغ میگی. تو صدات دلواپسی اومده. تو امشب فقط به صدای من گیر نداده بودی که اونم الان. خب من صدای تو رو میشناسم، آهنگش رو میشناسم، لحن تو میشناسم. تو وقتی تو خوابم مثل خر خور خور میکنی من میفهمم داری چی خواب میبینی. چرا عصبانی نمیشی؟ خب دلیلی برای عصبانی وجود نداره. اصلا تو خیلی وقتی سر من داد نمیزنی. چی؟ حالم از این مهربونی الکیت به هم میخوره. من کی سر تو حالا داد زدم؟ حرف نزن. من کی تا حالا سر تو داد زدم؟ بجی بخواب. آره خوابم هم میاد.
چه عالی. برام با صدای خرید آواز میخونی؟ بله. شس خلوت خوش است خلوت اگر یار یار من باشه، نه من بسوزم و شمع هر انجمن باشم. روا مدار که در حریم وصال رقیب محرم و ارمان نصیب من باشم. آدم وقتی به مرگ نزدیک میشه علاقش به زندگی بیشتر میشه. اون وقتا که بابا مریض بود دوست داشتم منم یه طوری درد بکشم. مثلا وقتی آشپزی میکردم دستم رو میسوزوندم. ولی بعد که خودم مریض شدم احساسم کاملا فرق کرد. اولش دوست داشتم برای که فکر میکردم منم مثل اون شدم. اگه من نمیخوام عمل کنم دلیلش این نیست که میترسم فلج بشم مثل بابا، میترسم بمیرم. از مردن میترسم. داغونم اتیه، پاداش تمام مصیبت‌های زندگیم که تو باشی دارم از دست میدم. میمیرم بی تو. چیکار کنم؟ چیکار کنم؟ اینجوری نگاه نکن. کاش خودت میتونستی بذاری جای من. نمیدونم بعد از من تو چی میشی. نگران تو نیستم، نگران خودم. فقط دیگه مثل دیشب رو به خوده نشه نتی جان. به هست ساعت 3 ببینم ساعت تو.
داشتن باور سعادت حسرت برانگیزی است. ما با باور متولد میشیم. با باور دنیامونو میسازیم، ارتباط برقرار میکنیم و بعد در پایان با باور مرگ میمیریم. ولی وقتی تو باورت رو نسبت به خودت، زندگیت، آیندت، اطرافیانت، خانوادت، همسرت از دست بدی، چه اتفاقی برات میافته؟ هیچ، جز بلا تکلیف و سرگردانی. و همین باعث میشه کم کم از باور دیگرانم حذف بشی. تو چی میگی؟ قربونت برم. گم شدی؟ میشناسم مامانتو، نگران نباش. بیا عزیزم میریم پیداش میکنی. جونم. گریه نکن عزیزم، تو رو خدا گریه نکن. نگفتی به من اسمت چی؟ من اخی کجایی؟ زبون تو چیه؟ من کجایی تو؟ من ترکی؟ ترک نیستی؟
چی میگی تو؟ مگه تو توتی که هرچی من میگم تکرار میکنی؟ ها؟ آن آن جانم آه ببینم اینو عروسکته؟ مال کجاست این عروسک؟ خیلی نازه، من یه عروسک دارم، میخوای ببینی؟ آره یا ببین خوشگله؟ ها؟ هانهانه هانهانه ببین چه نازن نگاه کن نگاه کن مامانته تکونه خوریا همینجا بمون همه کس که اصلا نتونستم وضو بگیرم کفش نداشتی تو؟ ها؟ سلام آقا یه کفش می‌خواستم برای این بچه کفش هم بابا اقسام هست بفرمید داری؟ این یکی خوش خوشویه هست بفرمید خوب خیلی پولکی داره شماره پاشن اینو بدین آقا اینو بدین بفرمید بعد رو کنید اینو بدین این بهتره نه؟ شماره پاشن دخانه شماره پاش نمیدونه همینقدر عجب این بعد نزاش باشه ببخشید خانم بچه رو من تو صحن پیدا کردم خانواده‌اش رو دیروز دیده بودم خب گشتم امروز ندیدمشون پیداشون نکردم تو دختر قشنگی میای بغل خاله آره میاد بیا بغل من میخوام زبونم نمیفهمه من نمیفهمم چه زبونی حرف میزنه بیا چه دختر خوشگلی دختر گلم آفرین Yeah.
پیدا نکردی از مورو بردنش داره همینطور گریه میکنه ترسم از اینکه از این بچه باشه که تو حرم ولش میکنه گریه نکنی عروس ها که پیش من جا مونده بود نگاش کن عروس ها که تو یادت میاد شما شما از اینجا تشریف داشته باشه من میرسم خدمت خانوادهتون چهار نفره. پدر، مادر، تو و برادر یا خواهره. خانواده ای از نوع کلان شهر با شعار فرزند کمتر زندگی بهتر. ولی برای همین زندگی بهتر، شما بیش از هر چیزی نیازمند باور یکدیگر هستید. تو باید باور کنی به خاطر احساس مادرانه مادر، تو امن‌ترین و گرم‌ترین خونه دنیا رو داری. و به خاطر دوراندیشی پدر، تو بهترین پشتیبان و درخشانترین آینده رو داری و به خاطر همراهی و همیاری برادر یا خواهرت میتونی جسورترین گام ها رو برداری. باور بود و کسی که تو رو باور کرده همون دخترک گم شده. وقتی اون بین این همه آدم تو رو باور کرده و به تو پناه آورده، تو چه وظیفه‌ای در برابر باورش داری؟ باهاش همراه بشی یا اونو پس بزنی؟ پس میزنی، چون اون گریان دنبال زندگیه، دنبال رهایی از گم شدگی. ولی تو خودت و باوراتو از دست دادی. تو مردی، از الان مردی. وقتی پناه دخترک گم شده میشیم، سعی میکنیم بیشترین محبت رو در حقش بکنیم و امن‌ترین پناهش باشیم و حتی در برابر گریهش نگران‌تر از مادرش میشیم. البته اولش فکر میکنیم این از دلسوزی ماست نسبت به این کوچک بیچاره، اما نه، با یکم فاصله میفهمیم ما به اون نیاز داریم و این احساس امنیتی که در او ایجاد میکنیم زیباترین و بهترین حس رو به ما میده. احساس قدرت میکنی و احساس انسان بودن. به خاطر همین دلمون میخواد با هر چیزی که میتونیم اونو برای خودمون نگه داریم و همه اون حسا رو درون خودمون در ذهن و خاطرمون جاودانه کنیم.
کوتاهه. این چیه بابا؟ خیلی بزرگه. این چیه؟ بیا مامان. تو چی بیا؟ آه این خوشگله. این قرمز خوشگله. توتی اینو دوست داری؟ نگاه کن. گفتم اول فکر میکنین تمام مراقبت ما از دخترک گم شده فقط به خاطر دلسوزیمون بوده نسبت به اون، در حالی که با یکم فاصله میفهمیم ما به اون نیاز داریم. اون وقت چه احساسی به شما دست میده؟ در حقیقت احساس میکنین این بار شما گم شدین نه اون. شما از باورتون جدا موندین. حالا دیگه نگرانیتون به خاطر خودتونه نه اون، چون میدونین اون دوباره به کسی پناه میبره و مسئلهش حل میشه. ولی تکلیف شما چی میشه؟ خانم بچه مال شماست؟ این بچه اینا که میگی نیست. دیشب چی خورده؟ جیگر. دیشب هم جیگر خورده؟ بله. گفتی ظهر. دیشب پرسیدم چی خورده. حالا آقای دکتر برای چی اصلا اینطوری شده؟ عفونتی تو بدنشه یا؟ عفونت رو که بعید میدونم. حالا در این حال یه آمپول براش نوشتم، میریم پایین همکارای تزریقات تزریق میکنن براش. یه قرص هم نوشتم که اگه یه موقع حالت تهوع پیدا کرد بهش بده بخوره. اسمش گفتین چی بود؟ توتی. یعنی ممکنه تهوعش برگرده. نه. توتی چی؟ رحمانپور. اگه سابقه نداشته باشه احتمالاً از آفتاب زدگیه. زیادی این روزا تو آفتاب راش بود. بله. خیلی ممنون. ممکنه تب بکنه؟ نه. این آمپول رو نوشتم تزریق کنین. انشالله که طورش نیست. خیلی ممنون. Thank you.
Mercan, han sen nere gittin? İn hemi gözledim, sen tapmadın. Hüsnüm. Hemi yerin gözledim. Bir narap olur demedin mi beni? Han öz koynakla, bu koynakla mı? Nereden aldın koynakı, kime verdi? Avadın koynakı mı verdi sana? He? Canım, ben gördüm mü seni? Min narap olur demedin mi? He? یه مزرسی تو چی کار کنم؟ ها؟ هیچی نگو حالم خوبه حمید میخوام برم زیارت.